هست، این صف مشترک تمام دموکراسی خواهان ایران میتونه باشه با حفظ عقاید سیاسی و عقیدتی خودشون. من مشکلی ندارم فردا حزب کمونیست در ایران بیاد رأی داره حتی دولت تشکیل بده. شما مسئله راست و چپ نیست، مسئله پروسسوس دموکراسی و حق تعیین کردن سرنوشت از طریق رفراندوم. ببخشید آقای پهلوی، شما خودتون وابسته به چه گروهی الان تو چه گروهی شما دارین خدمت میکنین؟ شما چندین اصلا گروه تشکیل خب شما مسلکی فر گروهی پس خودتون متعلق به گروه سلطنت طلبا هم شما نمیدونین الان، چون الان گروه سلطنت طلبا گروه بزرگی هستن، خیلی هم قوی هستن. میخواینم شما خودتون رو متعلق به اون گروه میدونین؟ من تعریف نقش خودم رو به شما کردم در این مرحله از کار. من معرف هیچ جریان و گروه خاصی نیستم، من فقط معرف خودم هستم و عقیده من این هست بهترین خدمتی که میتونم به شما به عنوان شخصیت که به هر حال یک asset سیاسی رو در اختیار داره، یک نام آشنایی داره، این که دعوت میکنم همیهنانمو در چه جهت و جهت که همیهنانمو بهش دعوت میکنم امروز هستش که اگه ما اعتقاد داریم که در یک فرایند دموکراتیک در آینده کشور با دارا بودن یک حکومت دموکراتیک ما میتونیم یک همزیستی اجتماعی سیاسی داشته باشیم با رعایت تمام اصول قواعد بازی دموکراتیک سر هیچ کسی بی‌کلاه نمی‌کنیم. تضمین در کجاست؟ تضمین در اینجاست که امروز ما با علم به این که رأیمون با هم متفاوته در یک زمانی، امروز همه سوار همون قایق نجات هستیم. امروز مسئله ما جمهوری خواهی یا پادشاهی خواهی یا راست و چپ نیست، مسئله ما آزادی خواهی است و اتحاد آنهایی که به این نظر اعتقاد دارند بر علیه یک تئوکراسی که حاکمه بر مملکت ما هست که پدر صاحب مملکت رو مردم در آورد. یه سال دیگه پرچم، پرچم الان وسیله تفرقه اندازی بین گروه های مختلف، شما کدوم پرچم رو قبول دارید؟ دموکراسی اعتقاد داریم نمیتونیم به هیچ شهروندی دیکته کنیم که آیا حق بالا بردن پرچم یا عکسی از هر نوعی رو داری یا نه. اگه به عنوان یک اصل اینو قبول داریم بایستی در نظر بگیم که این حق هر کسی است. موضوع این هستش که آیا این یک سمبل وحدت یا یک سمبل تفکیک، بستگی داره چجوری به قضیه نگاه میکنیم. یکی میخواد رنگ سبز دستش بگیره، یکی میخواد پرچم شیرو خوش بگیره. دست ما رو بر دموکرات تو هست. بنده نوعی کی باشم که به شما نوعی بگم حق داری ببری بالا یا نه؟ برافو. شما ناراحت نمیشین از اینکه از اسم شما دارن استفاده میکنن و همه مردم به جون هم انداختن زیر اسم شما، زیر اسم فامیل شما و از این موضوع دارن بقیه سوء استفاده میکنن؟ شما این موضوع ناراحتتون نمیکنه؟ نمیخواید خودتون رو روشن کنین برای همه، به گوش همه برسونین؟ من این موضوع رو کاملا بارها و بارها مشخص کردم و اتفاقا آخرین مصاحبه کردم دو سه روز پیش داشتم با تلویزیون فارس، مجددا این رو تاکید کردم. این هستش که من حسابم خودم رو با همه شما خیلی صاف روشن کنم. اگر کسی مدعی این هست که طرفدار من و طرفدار نظرات من هست، قاعدتا باز بیانگر اون نظرات من باشه، وگرنه خیلی آسون هر کسی میتونه بگه آقا ما هواداریم، ولی اصلا حرفمون به کلی متفاوته. اون رو به قضاوت شما ها میذارم، ولی من موضوعم کاملا مشخصه. من میگم مسئله ما امروز بستی در یک بعد ملی تعریف بشه، نه در یک بعد مسلکی، نه در یک بعد ایدولوژی. مسئله حیاتی برای همه ماهایی که معتقدیم به که آینده ایران باعث آینده دموکراتیک به حکومت سکولار باشه در مقابل یک حکومت دینی، اولویتش در کدوم بخش مسئله است؟ هر کدوم حق داریم یک ایدئولوژی سیاسی رو قبول داشته باشیم. ممکنه چپ باشیم، سوسیالیست باشیم، مارکسیست باشیم، دست‌راستی باشیم، کاپیتالیست باشیم، واتر. ممکنه جمهوری‌خواه باشیم، ممکنه مشروطه‌خواه باشیم. فردا اگه بخوان یه حزب ایران تشکیل بدیم، شکل نظام هر چی شد، شما می‌خواید سوسیالیست باشیم، که واسه قالب حزب سوسیالیست فعالیت بکنیم. حالا چه نظامتون پادشاهی باشه چه جمهوری، بنابراین می‌خوام بگم مثلا اولویت الان در کجاست؟ اولویت الان این است که این رو درک بکنیم که در مقابل این قولی که هر روز با چوب و چماق به جون مردم افتاده، بچه‌های مردم رو وسط روز روشن میبرن و بهشون تجاوز جنسی میکنن و تو زندان شکنجه میدن، نداهای ما رو میکشن و این چیزها یک اتحاد وسیع است که ما به دنیا بگیم و به خودمون بگیم قبل از هر چیزی برای ما آزادی مهمه، نه فقط آزادی من و حق رأی من، بلکه حق رأی هر کسی دیگه. اینجاست بچه اشتراک همه ما. مسلم میدونیم اختلاف سلیقه و نظر داریم، طبیعی هم هست و اتفاقا من معتقدم حالا فارغ از تمام این بحثا که تضاد عقیدتی تفکر رو وادار میکنه و برخورد با ایده های مختلف که از توش
باشد بهترین نتیجه یا سوال در جایی قرار بود همه از یه فکر باشد که اصلا ترقیش غیر ممکن بود. برخورد عقیده به چالش میکشه تفکر بهتر یا بحث بهتر و در قالب دموکراتیک واسه انجام بشه، نه که هر کسی سنبش پرزوتره بخواد بزن تو سر بقیه. و آخرین حرف من در جواب پاسخ شما، تا زمانی که هر کسی دارای هر پرچمی باشه از اون پرچمش به عنوان چماق برای زدن تو سر اونی که استفاده نکنه، اون حق دموکراتیک هر کسی است که هر مسکوی اینجاست. هر کسی، من کار ندارم پادشاهی خواهن مجاهدن چی هم، اگه بخواد فقط رنگ خودش به دیگران تحمیل بکنن اصل قضیه رو نگرفتن. و من چیزی که درک میکنم از حرکت سبز رسیل اساسیش که متعلق به همه است، نه فقط یک جریان خاص، بلکه متبرر کننده خواسته یک جامعه است، به خصوص نسل جوانی که کار به آینده خودش داره، به فرصتهایی که میخواد به دست بیاره، به دنیایی که میخواد وارد تعامل بشه. و این نظامی جراحش رو بسته بین بست شدن به کاروان تمدنی جهان و همینطور مملکت رو داره میبره به سر رهبرایی. و این مسئله از هر چیزی الان مهمتره و ما باید به اون آزادی برسیم که ایران دخلی داشته باشه برای بازگشت به عرقه پیشرفت و مدرنیته واقعی. الان این موضوع خیلی خوبی رو گفتین، گفتین نسل جوان. میدونین اینه که این طرفن اکثرا، خب درسته جوان هم توشون زیاده ولی جواناشون حرف جوانای ایران رو میزنن، ولی اینجا خب آدم های مسن‌ترن، یه مقدار سنا بالاتره، چون زمان انقلاب اومدن، بعد از انقلاب اومدن جوانای ایران اکثرا دارن یه صدا داد میزنن یا حسین میر حسین. اول از همه شما حاضرین اگه موقعیت شد برگردین ایران یا تجمیلین اینجا زندگی کنین؟ یعنی اگه همون حالتی که میگین هرکی رأی بده اینا، خب شما هم یه نفر، یه شخصی هستین که رأی زیادی خواهین آورد از طرف این بر البته بیشتر، چون یه مقدار مردم که میدونی خاطره بعد از زمان خدا بیامرز پدرتون دارن و هرچی. حالا شما اولا حاضرین برگردین ایران که این حق به مردم بدین که طرفدارای شما بهتون رأی بدن؟ دوما اگه برگشتین و دیدین که اکثریت اون چیزی رو میگن که الان ما داریم تو صدا و سیما و رادیو تلویزیون، نه جمهوری اسلامی، میر حسین یا حسین کردوی، به هر حال اون چیزایی که آپشنای بعدی مردم که باز بیشترش فکر کن چون پیششون بوده ازشون دفاع کرده، شما حاضرین اونا حکومت کنن و شما کار خودتون رو، یعنی متوجه منظورم میشین چی میگن، یعنی خودتون در رأس نباشین اونا باشن، ولی همین حرفی که شما میزنید حزب اپوزیسیون باشه. اگزکتلی. میزان پرنسیپ چیه؟ پرنسیپ میزان صندوق رای نهایتاً رای تعیین کنند. ما در یه مملکتی زندگی میکنیم که اصلاً قابلیت یک مناظره عمومی نیست، بلکه همچین شرطی نیست، اصلا افکار عمومی رو نمیشه سنجید که اصلا چی هست. باید برگردیم به اصل قضیه که هر کسی من جمله شخص من همون آزادی رو داشته باشم که فردا برم پشت پودیومی از طریق رسانه ها با همیهنان با صحبت بکنم و بدونم که وقتی اومدم حرف رو زمن یک عامل دستگاه امنیتی نیست که دستگاه به من همونجا من برای زندان سر به نیستم بکنه. و این برای همه باید باشه، نه فقط برای این یا آن گروه. That's my point. چلو خواه یک دو مسلمه که من میخوام تو منطقه خودم زندگی کنم، ایرانی هستم، جای من اونجاست. اگر مجبور شدم به زندگی در تبعید به خیلی دلایلی که خیلی عادت نمی‌کنم چون آنان رژیم سرشون کسی را، ولی جای ما تو منطقه خودمونه. بر من مهم نیست در چه موقعیتی قرار بگیرم، هدف من خدمت به مملکتم، برای که به عنوان ایرانی این رو جزء وظایفم میدونم. واقعا دیشب که نگاه میکردم تلویزیون پریشب بود، با این خجالت بود که این سازمان مللی که شعر سعدی شوخی نداره و لوحه کوروش از تمام مملکت دنیا که میتونستن یک تمی را انتخاب بکنن، از کشور ایران تو همین سازمان ملل هستش که یک کسی مثل احمدی نژاد ایران یه دو جا وای میسته و نصف بیشتر افراد که دو جا بودن اصلا کابا ترک میکنن. این واقعا مایه خجالت برای کشور که ببینید کار ما به کجا رسیده که ایران ما رو کیا امروز دارن نمایندگی میکنن. البته آقای قذافی آبروی آقای چیز رو خرید، اینقدر خراب کرد که بایدشون نمره بهتری آوردن. آقای یکم من باتریم داره تموم چه شرمنده. فقط یه سال، بادیگارداتون خوشن؟ الان ما چند شبه داریم میریم دم هتل آقای احمدی‌نژاد، اجازه نداریم رنگشون رو ببینیم، انقدر نیروهای انتظامی خرید. شما این بادیگارداتون رو من هرچی دنبالش میگردم پیدا نمی کنم. کجا رفته؟ میتونیم یه اکس باشم ببینیم؟ من